بریم سراغ آهنگ جدید نیکوتین. این خانوم که کراش خیلیاتونم هست موزیک جدید داده به اسم روایت و این موزیک توی شلوغی این روزای مارکت گم شد متاسفانه. وظیفه ماست که حمایت بکنیم نیکوتین. من آهنگ کولاک رو که ازش شنیدم واقعا عاشقش شدم دیگه. این دختر فوق العاده کارش درسته، خیلی خوب اجرا میکنه، خیلی مسلطه، علاوه که خیلی هم خوشگل و جیگره و دیگه واقعا همتون مایل به کراشید فکر میکنم. بریم آهنگ روایت رو با هم بشنویم. خواهش میکنم از دختر رو بیشتر حمایت بکنین. خودتون میدونین کار کردن تو مارکت رپ فارسی تو ایران چقدر سخته، دیگه چه برسه که دخترم باشی. صفحه نیکوتین رو سابسکرایب بکنین، ویدیوها رو از صفحه خودش نگاه بکنین، لایک بکنین. از اینکه انقدر خوبید و انقدر فهمیده اید واقعا لذت میبرم. بریم بچه ها. این کاور فوتوش خیلی خوشگله به نظر من، واقعا دختر زیباییه. من یه دوستی دارم، یعنی نیمروخش، الان کپی نیمروخ دوست منه. این ویدیو تموم شد زنگ بهش میزنم. صدای پیانو بچه توی این کارم با آدم های قوی کار کرده ها. بذاریم بهتون بگم، هم بیتکوری دیدم تو کار بود، هم یکی دیگه الان یادم نمیاد، دیدم که با آدم های قوی خلاصه کار کرده. بچه بودم و سر به زیر شیطون، ولی زندگی تمی کیم بابام، پول پارو میشه فلی، شادی بود و خنده ای بود و اس نمیشو کم بود لحظه ای. اسم آهنگ روایته و دقیقا داره یه روایتی برامون تعریف میکنه و این روایت بچگیاشه. احتمالا میخوایم بریم سر زندگی شخصیش. بچه بودی خوبیه رپرها چیه؟ اینه که شما از رو موزیکاشون میتونی کل زندگی و سرگذشتش رو بفهمی و باشون همزاد پنداری بکنی، میتونی درکشون بکنی و بیشتر باشون دوست بشین، باشون احساس برقرار بکنی و همینجوری فنشون بشین. موزیک پاپ مشکلش اینه که لیریکس رو یه نفر دیگه مینویسه، موزیک رو یکی دیگه میسازه، خواننده فقط مثل کارمند میاد وای میسه اجرا میکنه میره و شما اصلا نمیدونی اون چیزایی که داره میخونه حرفای دل خودشه یا نه اصلا حرفای دل اون کسیه که ترانه رو نوشته. ولی تو موزیک رپ این واقعا یه اتفاق خوبه که شما میتونی به خاطر لیریکس ارتباط مستقیمی پیدا کنی با خواننده و فکر میکنم دلیلش که این روزا سبک رپ بسیار جذابتر شده، طرفداراش خیلی بیشتر تو تمام دنیا، الان توی تمام تاپ 10 ها تاپ 20 ها رو همه بیلبورد ها رپرها جایگاه بالاتری دارن. فکر میکنم همینه که آدما دوست دارن با آرتیستشون، با آیدلشون یه ارتباط خیلی نزدیکتری برقرار کنن و این ارتباط نزدیک فقط تو موزیک رپ ممکنه. پول پارو میشه فلی، شادی بود و خنده ای بود و اس نمیشو کم بود لحظه ای، مامان سپره بلا بود، ضربه گیر بود، دست به خیر داشت. همه مامانا سپره بلا، یعنی ما بچه ها دهن این مادرها رو سرویس میکنیم. هر شرارتی که میخوایم بکنیم، شب دیر بیایم، هر غلطی که میکنی این مادر بدبخت ماله رو گرفته دستش، فقط داره ماله کشی میکنه. ای بود و اس نمیشو کم بود لحظه ای، مامان سپره بلا بود، ضربه گیر بود، به خیر داشت، اهل دین بود و زندگیم رویای صحنه فیلم بود، اما من خوب تو 10 سالم شد تیر این دنیا به پربالم، خمان پروازم شد ورشکستگی و جنگ با مردم، بابا سر شکست شد و قهر و الکل دوار و ندار رفت و قرض کم شدم، پس دارد شدن و تنها تر شدم، با سرم و قلبم کل ترسام ازم جلوم درج یخ شد. انقدر محو چیزی که داشت میگفت شدم یو یا آن به خودم آدم دیدم چقدر داره خوشگل میخونه، چقدر داره زیبا اجرا میکنه، چه فلوی فوق العاده ای داره. خیلی موزیک یور لیریکس رفتش به سمت یه جای خیلی دردناک و خیلی ناراحت کننده. پدرش گفت ورشکست شد و قرض بالا اومد و زندگی خیلی سخت شد و اینا، غم انگیز شد. کردین بیشتر رپرا سختی کشیده هستن؟ اکثرا آدمایی که خیلی سختی کشیدن. به اجراش هم دقت بکنیم، لیریکس خیلی آدمو یهو محو میکنه ولی اجرا فوق العاده است.
بر شکستگی و جنگ با مردم بابا سر شکستی شد و قرف و الکو کل دوار و ندوار رفت و قرض و کم شدن پس دارد شدن و تنها تر شدن با سرم و قلبم کل ترسام ازم جلوم ده فلوش فوق‌العاده است. میخواستم بگم حالا هممون شنیدیم فلو، تعریف علمی فلو اینه که وقتی که شما اکسنت و یا استرس رو بدونی که کجا باید بندازی، یعنی که این کلمه ها رو یه جوری میچینی که روی کیک و اسنر بیفته. اسنر هم همون صدای درامز هستش، یه صدای خیلی سریع، محکم، خیلی شارپ. و بدونی که مثلا معمولا موزیکای رپ چار چارم هست و اینکه بدونی که این کلمه ها رو کجای بیت باید بندازی که یه آوای زیبایی به تو بده، ریتم و رایم یه ترتیب قشنگی داشته باشه، اینو میگن فلو. حالا یه چیزی هم هستش که کیدنس بهش میگن، ولی اون چیزی که تو رپ میگیم فلو هستش. فلوی فوق‌العاده‌ای داره، کلمه ها رو قشنگ میدونه کجای بیت بندازه. این دختر واقعا هنرمنده، من خیلی دوستش دارم. ندوار رفت و قرض کم شدن پس دارد شدن و تنها تر شدن با سرم و قلبم کل ترسام ازم جلوم درجی یخ شد فهمیدم زندگی همیشه بردی اینو بفهمی همیشه بردی. خیلی خوب بود. اومدم سر اونجا که گفتش زندگی همیشه برد نیست پاز بزنم، جمله بعدیش دیدم طلایی تر بود. زندگی همیشه برد نیست، اگه اینو بفهمی بردی. این از اون جمله هست که اجابه یاد داشت بکنی یا بذاری کپشن عکس اینستاگرامت. ازم جلوم درجی یخ شد فهمیدم زندگی همیشه بردی اینو بفهمی همیشه بردی. نمیشه بعد بین بود نمیشه خوش بین عقل رفیق خوردیم و غریبه کشتیم تو حرم زون هیچ کی ندید صلحی فقط بلدی که بدید زده وعید شخمی تو زمونه ای که بیان سلیقه جرم این ما بودیم که از سلیقه گفتیم. دختر گنگش بالا سان، خیلی داره خوب میخونه، مسلط، خیلی عالی داره رو بیت میره جلو. فلوی فوق‌العاده، کلمه رو خیلی قشنگم ادا میکنه، هم یه ذره فست داره میخونه همین که خیلی خوشگل داره میگه. من واقعا مجذوب کارای این دخترم. دو نفر هستن به شدت دوستشونم، یکی گندمه که اصلا دیگه به نظرم گنگ ترین دختر رپ فارسی و یکی نیکوتین که عشقه. بلدی که بدید زده وعید شخمی تو زمونه ای که بیان سلیقه جرم این ما بودیم که از سلیقه گفتی تو روایت من هر که معجزه است فقط بحثش مفصل تو عمق فلسفه است. این خیلی مسخره است مخاطب دغدغش اینه که بشنوه طول موج قهقهه. یه جوونی که رسیده به ته خط کارش به سینه نرسیده ولی لب پرتگاه از ته قلب خواهش داره از خالق تو که با شلای این جماعت فاسد غایب. روایت هم روایت فیل گرگاس که میخواستن دوست بشم و جوجه واسه همین همیشه پلاسن روی قرصاشون بلکه بمیره تو شوخوی کشتار. تصویرسازی باحالی کرده ها، دوستی خونخوارا و دوستی معصوما. دوست باشم اونجا مرغا واسه همین همیشه پلاسن روی قرصاشون تا بلکه بمیره تو شوخوی کشتار اما امان از کل دنیا بریاست سور حکام میده بوی تقیان همه انسان رو کرده این دو پا. اما آن از پول دنیا برگ آسس روی حکام میده بوی تقیانی که نیجون جبرانش مرده به صدا دریدن و سوز گرگا. گرگا خیلی خوب بود اینجا و این دختر کارش درسته به نظرم، خیلی خوشگل خون اینجا رو یه بار دیگه. بوی تقیان همه انسان رو کرده این دو پا. اما آن از پول دنیا برگ آسس روی حکام میده بوی تقیانی که نیجون جبرانش مرده به صدا دریدن و سوز گرگا. با اینکه خدا به دیبیلاخ داد اما پای یه چی وایساد گفت این حال توی ایران داره باور نمی کنی به پرس رفیقاش نه. این حال تو رو یه ایران داره، تو اگه حالت بده فقط حال تو بد نیست، حال کل ایران بده. از چیزایی که تو زندگی شخصیش پیش اومده بود، اتفاقاتی که برای خانوادش افتاده بود، الان رسید به یه بحث اجتماعی که حال همه بده. پای یه چی وایساد گفت این حال توی ایران داره باور نمی کنی به پرس رفیقاش نه. فقط برو سمت تکامل خودت، میدونم کلی تهاجم بشده جبران میشه اما خب یه خورده زمان برو تلاش کن نزار احدی جز من برات حک بباره بشی غرق تو عمق تلات تو امه دارت فقط شمشیرت برا صلح بباره پناه به من نبر پناه بر به خودت پناه بر. چقدر این قسمت قشنگ بود، از اون حرفای انگیزشی درست حسابی یا نه از این حرف الکی که نه حالا تو بخند و خوشحال باش داره میگه که درسته که حال همه مردم ایران اینه، اگه بری از همه بپرسی میبینی حالشونه، ولی به خودت پناه ببر و من
ببین نظر کسی دیگه جز من به تو حکم بده، به خودت ایمان داشته باش، رو پای خودت وایسا. این قسمت آهنگ واقعا قشنگ بود. دورت فقط شمشیرت برا صلح ببره، پناه به من نبر، پناه بر به خودت، پناه بر به خودت، خودت بشو پیامبر خودت، در آخر یه جمله یادت بمونه سرانجام، آرامش برا همه دورت. روایت من گرچه حقیقت تلخه توش، از ذات طبیعت جنگ دریدن، کار ببر و چریدن بره، ولی پذیرفتنش ما رو قوی تر کرده بود. نخواستیم تلف شه با چریدن، وقتمون تو کتمون نمیره، فکیدن حرف زوری پس را افتاد، تو قبیلم جنگ خونی، خدا ناامید و شریعت سرنگون، خدا ناامید و شریعت سرنگون، خدا از بنده هاش ناامید شده و اگر دین سرنگون شده به خاطر اتفاقایی که بنده هاش سر دین آوردن. خدا دیگه هم از آدم ها چیز شده، ناامید شده، هم از دین. فزوری پس را افتاد، تو قبیلم جنگ خونی، خدا ناامید و شریعت سرنگون، خدا ناامید و شریعت سرنگون. چرا تو مستعصلی کرده دشمن، کمین پی فرصت غنیمت، تو بخوا بدی به جملت، منی بای سال تو میکوبن نه. اینجایش که میگه تاتو اینا، نگاه کنی چقدر شبیه پیشرو میگه. نمیخوام بگم از پیشرو کپی کرده ها، خود پیشرو شبیه امینم میگه. بالاخره یه چیزیه که بین رپرها میچرخه دیگه، از فلوی همدیگه یه الهامی میگیرن. خیلی خوشگل گفت اینجا رو، من چقدر دارم با فلوی نیکوتین حال میکنم. من از یکی از زیباترین فلوهای بین رپرها رو داره، ولی چون دختره حمایت شما رو میخواد، اون که این حرکت های قشنگش به چشم. سلی کرده دشمن، کمین پی فرصت غنیمت، تو بخوا بدی به جملت، منی با یه تو میکوبن نه، کم زمین معزل بدی میپیچونه نه، خط و سری خیلی محرز کلن که مخبر حریف، وکو قدرت تو وسیله کشتن یه زیف، چون روزی رو میبینم که تو هم نوبتی تر. کلمات رو دقت بکنین، رایم درست حسابی داده به کلمه، اینقدر کلمه رو خوشگل استفاده کرده و اینقدر خوشگل چیده و اینقدر قافیه‌هاشون چفته، رایم آهنگ بسیار زیباست. بخوا بدی به جملت، منی با یه سال تو میکوبن نه، کم زمین معزل بدی میپیچونه نه، خط و سری خیلی محرز کلن که مخبر حریف، وکو قدرت تو وسیله کشتن یه زیف، چون روزی رو میبینم که تو هم نوبتی تر. رفیق الیاس آن دی بی. آها الیاس فکر میکنم بیتو زده بود، بیتکوری تنظیم کرده بود اگه اشتباه نکنم، بذار ببینم اشتباه نگم. آره بیتش رو الیاس زده، میکس و مسترش رو بیتکوری کرده. گفتم با بچه‌های خوبی کار کرده. قشنگ شده اینجاش. بچه شروع کار خیلی قشنگ بود که با پیانو شروع شد، واقعا فضای خوشگلی رو درست کرد و تو رو دقیقا اون فضا بردش توی یه حالتی که آماده شنیدن اون داستانای سختی زندگیش باشی. کار خیلی هم قشنگ تموم شد، هم اینترو هم اوترو خیلی خوب بود، ولی به نظر من اجرای نیکوتین از خود بیت خیلی قشنگ بود. بعضی مواقع من توی آهنگ با بیت خیلی حال میکنم، توی این آهنگ با اجرای خود نیکوتین حال کردم. خیلی قشنگ بود آهنگ، هم جنبه شخصی داشت هم جنبه اجتماعی داشت، اجرا فوق‌العاده بود، فلوی نیکوتین خیلی خوبه، فلو سویچای عالی داره، خیلی قشنگ رو بیت کلمه‌هاشو میچینه. خواهش میکنم از رپرامون حمایت بکنین، از کانالش گوش بکنین، حتما سابسکرایب بکنین. واقعا ممنونم به خاطر این فرهنگسازی فوق‌العاده‌ای که داره انجام میشه. من کلی دوستتون دارم. قلبتون خدافظ.